There is no God. The big question is why? أشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. ملحد 5 بار به جنگ قرآن آمد و هر 5 بار شکست خورد. کتاب عظیم قرآن هیچ کجی درش راه نداره و جالبه که ملحد میگرده و به قول خودش قوی ترین دلیل ها رو پیدا میکنه. لازم است بر هر مسلمانی که به دین خودش رو دوست داره شبهات ملحدین رو بشنوه و جوابش هم بشنوه که مبادا خدای ناخواسته شیطان گمراهش نکنه. چرا ملحد فقط سنگی در تاریکی میندازه و چون که حیا نداره باز میره، میاد جلوی چشمت آیه رو غلط میخونه، حدیث رو غلط میخونه، معنی غلط ازش میگیره و سنگی میندازه. به قول قدیمی ها سنگ مفت و گنجشک مفت. شما گنجشک هستید، سنگ هم در دست ملحد میندازه، اگه خورد خورد، اگه نخورد که ملحد چیزی از دست نمیده. لذا مواظب باشید و سپر علم رو بگیرید و ببینید که چقدر ملحد عاجز است در مقابل قرآن کریم. صحبت های یک ملحد میشنویم که 5 بار به جنگ قرآن میره و ما هم جوابش رو میدیم از خود قرآن. بله. سلام و درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. در این قسمت برنامه میخوایم راجع به اشتباهات علمی قرآن با هم دیگه صحبت کنیم. فقط من قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم لازم میدونم که خیلی صادقانه خدمتتون عرض کنم که من کل قرآن رو نخوندم و برای اینکه اشتباهات قرآن رو متوجه بشیم لازم نیست کل قرآن رو بخونیم. مفسران و منتقدان قبلا این کار رو انجام دادن و ما با یه جستجوی ساده در گوگل میتونیم تمام این رفرنس ها رو پیدا کنیم و در واقع مقایسه کنیم با آیات قرآنی و ببینیم که آیا این اشتباهات علمی در قرآن وجود دارن یا خیر. من 5 تا از این اشتباهات علمی رو به صورت سریع. خب ببینید، میگه من که نخوندم ولی علمای ما رفتن گشتن پیدا کردن، یعنی حرف این نیست، حرف علمای ملحدین است که البته لفظ عالم رو به کار بردن برای اونها توهینه به علم است، ولی یعنی همشون جمع شدن که بر ضد قرآن دلیل بیارن و این نشسته گلچین کرده به قول خودش. حالا ببینیم اشتباه قرآن چیه، به ما بگه وجود دارن یا خیر. من 5 تا از این اشتباهات علمی رو به صورت سلیقه‌ای انتخاب کردم که با هم اینا رو مورد بحث قرار میدیم. اشتباه اول، سوره مائده آیه 96، قرآن به ما میگه که صید دریا و ماکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران بهره ای باشد. خب ما میدونیم که در واقع دانشمندان امروز بیش از 1000 گونه آبزی رو پیدا کردن که برای انسان خطرناکن و ممکنه باعث مرگ انسان بشن. یکی از این نمونه ها ماهی است به اسم پافر فیش که در واقع در اندام‌های داخلی خودش سمی رو به اسم تتراتوکسین به وجود میاره که در صورت استفاده انسان از این ماهی پرده دیافراگم انسان فلج شده و دچار خفگی میشه و شخص میمیره. پس میبینیم که این آیه کاملا اشتباهه و علمی نیست. آیه بعدی اشتباه است، از قرآن اشتباه نیست. آیه رو با هم ببینیم. این در مورد مردمی است که برای احرام پوشیده میره به حج. میدونید که در لباس احرام صید حرومه، باید صید نکنی، ولیکن یک استثناء داره و خود آیه رو ببینید اشتباه این آدم چی هستش. اوهل لکم صید البحر، نگاه کنید معنیشو، مولد معنیشو ببینید، شکار دریا و طعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و کاروانیان بهره ای باشد و شکار بیابان. ببین دو تا شکار داره، یکی در دریاست یکی در بیابان، یعنی صید دریا و صید بیابان و شکار بیابان تا موقعی که در احرام هستید بر شما حرام است و از خداوندی که به سوی محشور می شوید بترسید. پس شکار دریا حلال شد
به شکار بیابان حرام شد. ولی آیا منظور این که میگه شکار بیابان حرام شد در غیر از احرام ما میتونیم مثلا خوک بخوریم تو شکار، خوک شکار کنیم بخوریم؟ نه، خوک حرامه. اینجا گفته شکار حلاله، ولیکن منظورش همون شکارهایی است که در دین ما حلاله، درسته یا نه؟ در بر رو حالا نمیریم، در دریا نمیریم، در خشکی. گفته شکار خشکی برای شما حرامه وقتی که در احرام هستید، اگر در احرام نیستید برای شما حلاله. معنیش این است که آیا ما تو زمین میتونیم خوک رو شکار کنیم یا مار رو شکار کنیم یا شیر رو شکار کنیم بخوریم؟ نه، اینا حرامه. طبق فرامین دیگه اسلام اینا حرامه. پس منظورش وقتی که میگه شکار بر برای شما حلال شد، شکار خشکی برای شما حلال شد، یعنی شکاری که خوردنش اصلا حلاله، و این در مورد دریا هم هست. گفت شکار دریا برای شما حلاله، صید بحر برای شما حلاله، ولی منظورش نیست که هر صیدی برات حلاله. اگر صیدهایی که مثلا مثل مار که گفتیم، مثل خوک که گفتیم، تو دریا مگه حیوانایی باشه که حرومه؟ عرضم به حضور شما دیگه حرومه دیگه. منظورش این است که اونایی که حلال است رو شما میتونید شکار کنید، نگفته این ماهی زهردار شکار کنید. پس جواب آسون شد. دوباره تکرار برات میکنم ای ملحد، خدا گفتش سید خشکی برای تو حلاله، منظورش یعنی که همه حلاله؟ نه، خوک که حرومه. گفته سید دریا برات حلاله، منظورش که همه حلاله؟ نه، بعضی چیزا حرومه، باید تیب باشه. و در مورد حیوانی که تو گفتی، پیامبر فرموده که نهی کرده از دوای خبیث. یعنی چی؟ یعنی سم، یعنی سم، زهر. گفته اینو به عنوان دوا استفاده نکنید. وقتی به عنوان دوا ما حق نداریم از زهر این مار استفاده کنیم، چطور میتونیم به عنوان غذا استفاده کنیم؟ پس حرومه. این آبزی که شما گفتی، حالا اسمش هر چی گفتی، وقتی زهر داره باعث کشتن انسان میشه، حلال طیب نیست. طیب اون است که بدن قوی کنه. و نگفته اسلام که حرومه، بلکه سم نهی کرده. وقتی سم رو، یعنی شما میدونی الان زهر مار سم درست میکنن از سر عقرب، از سم عقرب، این در دین ما جایز نیست. هرچند که حالا درست میکنن، حتما ضررهایی داره که آینده خواهید فهمید ضررش چیه. حالا بشر شاید نفهمیده، فعلا یه فایده رو میبینه. آقا شراب میخوره میگه غم از دلم بره، اون طرف نمیبینه که سردرد میاد، مشکل میاد. ما میدونیم که همه دواها سایت افکت هم داره. الان از زهر مار و زهر عقرب که درست میکنن، طبق این حدیثی که در صحیح ابن ماجه هست، گفته از سم استفاده نکنید به عنوان دوا. البته اونا خیلی خفیفش میکنه، مثلا یک قطره زهر رو شنیدم 10 میلیون، نمیدونم، یا یک گرمش رو نمیدونم 10 میلیون واکسن ازش درست میکنن، نمیدونم حالا. ولی به هر حال یعنی خیلی خفیف میشه، میکشه آدم اگر کسی چی باشه. ولی به هر حال خلاصه جواب آقا که اشتباهی در قرآن نیست، گفت سید خشکی بر شما حلاله؟ بله، ولی استثناءش در جای دیگه هست دیگه. خوردن خوک خر که حلال نیست. گفت سید دریا بر تو حلاله؟ نگفت که هر کدومش. اونایی که حلال است حلاله، و سم پیش ما حرومه، و هر چیزی که ضرر داره برای ما حرومه. این اشتباهیه که به اصطلاح سوتی دادی. حالا دور ببینیم چی میگی. آیه بعدی از سوره طارقه، آیه 5 تا 7. انسان از آب جهنده‌ای خلق شده است که از صلب مرد یا همون استخوان پشت مرد و میان استخوان‌های سینه بیرون میاد. خب ما امروزه میدونیم که اسپرم منی در واقع در بیضه مرد تشکیل میشه، نه در استخوان کمر و نه در استخوان سینه. پس این آیه هم آیه کاملا غلطی است به لحاظ علمی. در اشتباه بعدی در سوره نور آیه 43. اشتباه کن، اشتباه بعدی نرو همینجا ببینم این اشتباه رو ثابت کن. این از قدیم میگفتن در سوره طارق که هم غلط، البته گفت خب ما ازش انتظار نداریم. آیه هست که میگه که انسان نگاه نمی کنه، فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما این دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. انسان ببینه چه خلق شده، از یک ماهی جهنده خلق شده، ماهی که به اصطلاح با فشار میاد بیرون، و بین از کجا خارج میشه؟ از بین موره پشت و جای گردنبند، جای قلاده گردنبند سینه. و این دقیقا چیزیست که امروز هست. این جایی که پیامبر آدرس داد، قرآن آدرس داده، موره پشت. خب موره پشت از پشت گردن شروع میشه تا تقریبا باسن انسان ادامه داره، این خب معلوم شد. اما
این گفته بین پشت، یه جای دیگر هم گفته ترائب، جمع تریبه است، یعنی جایی که اینجا در سینه هست و زنا که گردنبند میندازن اون مهره ای که مثلا داره، هر گردنبند یک مهره داره آخرش، این در اینجا میاد، یه آدرس وسط شکم داده، یکم بالاتر شکم، یعنی صلب و ترائب رو که الان ما میاریم میبینیم، گفته بین مهره پشت و همین جایی که به اصطلاح تریبه هست، یعنی جای مهره، مهره سینه است، یعنی کجا؟ یعنی یک کم بالای شکم. حالا ما اول بیایم ببینیم این جالب، این حتما با توجه دقت خونید، اول ببینید مثلا این گردنبند، ببینید بیارید دو تا فرمان لطفا، این گردنبند مثلا ببینید این اینجا رو داره میگه، آخرش رو داره میگه، این تقریبا میاد سر همون شکم، خب دیگه این مثلا یک گردنبند دیگه، این مهره آخرش نگاه کنید، تریبه اینه میگن، ترایب جمعشه، میاد اینجا، ممنونم تو فرمان، این یکی دیگه بیارین، بله اینم آخرش، اینجا رو داره میگه، آخرش نگاه کنید سفر رو، اینم یکی دیگه، ممنون. ها کذا اگر ما تو سایت هم بریم، بذار یکی، یعنی دارم نشونه آدرس چیزی براتون میگم، آدرس ترایب براتون میگم، آدرس ترایب، اینجا مثلا اینجا سایتی هست که حالا براشون تبلیغم داریم میکنیم، ببینید اینجا گردنبند است، کجا میاد اکثرا؟ اکثرا ببین اینجا رو، ببین مثلا اینجا رو در اینجا اومده، قدیما مثلا مورهای این موره، این موره رو میبینید، این در همون جایی که میاد که بهش میگن ترایب، اینجا ببینید خیلی پایین اومده دیگه، خب اینجا در وسط الان اینجا آدرسه، ممنون، اینجا این آدرس شد، موره پشت که معلومه، و الان معلوم شد که در وسط بدن ما به اصطلاح معذرت میخوام آب منی تولید میشه، انسان از اونجا خلق میشه، میگه بازم درست نیست، میگه در بیضه خلق میشه، اونجا خلق نمیشه، ما ثابت میکنیم، یه بار ثابت کنم یک لحظه، اول شما ببینید، اول ببینید، بذار یک عکس دیگر بیارم لطفا، اجازه بدید، این اینو ببینید، این غدد فوق کلیه است، این کلیه ای ماست، این بالش این کوچیکه نیست، این غدد فوق کلیه است، خب این از اینجا ما معتقدیم، یعنی خدا اینو آدرس داده، این غدد رو آدرس داده، میگه انسان از اینجا خلق میشه، کی میگه بابا این از بیضه خلق میشه؟ نه نه، از اینجا خلق میشه، برگردیم تا من دیگه بیارم، این مثلا یک عکس دیگه است، بذار بزرگش کنم، تو بدن نشونش میده، ببینید جای همون جایی که آدرس داده، اینجا ترایب اینجا بود دیگه، اینجا ترایب بین این دو تا، خدا میگه از اینجا انسان خارج میشه، مهره پشت و این قد، این کلیه است، بیزی که خیلی پایینه، بیزی که آخره، اینجا میگه درست میشه غدد آدرنال یا همون غدد فوق کلیه به زبان ما. خب برگردیم، عکسای دیگه هم هست ولی حالا بس، اجازه بدید اینم ببندم، خب یک لحظه، فقط یک لحظه با من صبر کنید، این عکس هم شاید کمک کنه، ببینید اینم عکس همونطوره، ممنون تا فرمان، حالا بریم ببینیم که آیا این در بیضه تولید میشه یا در اینجا تولید میشه، بیایید نگاه کنیم، اندروژن، اندروژن چی آقا؟ این اندروژن در جنین باعث تمایز عدالت تناسلی و کیسه بیضه و پروستات میگردد، بیایم پایین تر، این نویسلا بیاریم پایین، هورمونای مانند تستوسترون تولید میکنه، این تستوسترون باعث میشه که اصلا انسان تولید بشه، خب اینجا ببینیم، بذارید، خب قوی ترین اندروژن تستوسترون است که بیشتر به وسیله سلول های لایدی که بیزه تو، ببینید بیزه، خب همونجا شد که حرف این آدم شد که بیزه ترشح می شود، ترشح تستوسترون توسط لویترینگ هورمون از غده هیپوفیز تحریک می شود، علاوه بر این خلاصه، حالا بیاریم تا ببینیم کجا تولید میشه، شما اینو بخوام بگیم نمیشه، یک لحظه، تولید در بدن، تولید در اندروژن هایی که به اصطلاح اندروژن هایی که باعث میشه که اصلا انسان تولید بشه، نگاه کنید، درونزاد عموما در قشر غده فوق کلیوی، همون جایی که قرآن آدرس داده، اینجا میگه تولید میشوند، درسته، ولی اندروژن ها عموما به وسیله بیضه ها و به مقدار کمتری توسط بخش بیرونی یا همان کورتکس
قدرت فوق کلیوی به تخمدان ترشح میگردد. پس ببینید هم در بیضه هستن هم در قدرت فوق کلیوی هستن. پس چرا؟ اصلا قرآن باید از کجا میدونست قدرت فوق کلیوی؟ همه بشر میدونست. اصلا ببین قبلا هم مردم میدونست کسی که بیضه نداره صاحب بچه نمیشه، مثل کسی که چشم نداره نمیتونه ببینه. اما ما میشناسیم کسایی که چشم داره ولی نمیبینه. چرا؟ در مغز انسان جایی هست که این عرضم به حضور شما که مرکز بینایی است. اون خراب بشه چشم نمیبینه، ولی اون که چشمت سالم باشه، بلکه اون مهمتره. یعنی شما چشم میتونه اون درست باشه، چشم عوض کنی که میکنن الان آدم میتونه ببینه، تعویض چشم ما داریم، ولی اگه اون نباشه از چشمت که سالم باشه نمیبینی. پس اگر یک دفعه قرآن اومد گفت که آقا شما از مغزت میبینی، از قدرت فوق کلیه میبینی، بین صلب و ترایب میبینی، داره یک اعجاز علمی رو میگه. بدبخت، چیزی که بشر نمیدونست. قدرت فوق کلیه رو اصلا نمیشناختن مردم اون وقت. حالا میگه اگه نباشه اصلا انسان نمیتونه زندگی کنه، نه تولید مثل میتونه بکنه، نه اصلا صاحب حالت تناسلی میشه. با اینکه مقداری که تولید میکنه کمه ها، 5%، ولی همون 5% از اون 90% که بیضه و جای دیگه تولید میکنن مهمتره. ببین من براتون آوردم دیگه، تولید در بدن گفته کجا؟ در قدرت فوق کلیوی و بیضه. آقا ما میگه با توسط گوشم میشنوم، باز یه دفعه میاد میگه توسط دستم میشنوم. پس یک اگه من توسط دستم بشنوم، یعنی قرآن نوشته باشه که تو توسط دستت میشنوی و امروز ثابت بشه که من توسط دستم میشنوم، معنیش چیه؟ معنیش این است که قرآن اعجازه. امروز ثابت شده که ما توسط قدرت فوق کلیوی پدر مادرای ما تولید شدیم. اگر قدرت فوق کلیوی نبود، آدرنال نمی بود، اون دو تا قده کوچیکی که مثل یک فندق هستن، از گردو هم کوچکتر هستن، نمی بود، ما نمیتونستیم به دنیا بیاییم. چون اصلا از اونجا شروع میشه کار، باز به بیضه میرسه. برید از دکترها بپرسید، برید بخونید ببینید آیا کسی که قدرت فوق کلیوی نداشته باشه یا کارگرد نداشته باشه که میمیره، کارکردش درست نباشه آیا صاحب بچه میشه؟ نمیشه. پس این قرآن معجزه است. آدرس داده. کجا آدرس داده؟ بین صلب و ترائب. ترائب جاش دیدیم دقیقا آدرسش میاد روی دوتا همین قده. این اعجاز نیست، این چیه؟ پس تو اشتباه میکنی، تو فکر میکنی آدم با چشم میبینه، نه ما با چشم نمیبینیم. ما با یک بخشی که در مغز ما هست که چشم فقط لامپه، اصلا ما پشت مرکز تولیده. لامپ که اگه پشت مرکز برق نباشه که لامپ فایده ای نداره. لامپ سالم هم باشه برق که نباشه نمیشه. حاکزا مسئله مذارت میخوام بیزه که میگه محل تولید است، این مثل لامپه، اصلش هم پشت سره که خدا آدرس داده که میگه از بین صلب و ترایب خارج میشه. جالبه میگه بینش، و اینم بینشه، وسطه. فکر میکنم اگر در آدم یک چی باشه بس است. نگاه کنید یکی دیگه به سایتو بیارم ببینم، اگر که باید بنویسم دیگه اینجا تا پیدا کنم یک کمی فوق. خب نگاه کنید اینجا بیارید، تستوسترون باعث ساخته شدن بافتای میگردد. محل اصلی ساخت و ترشح این هورمون در بدن مردا بیضه است. همون چیزی که ای آقا گفت، ها؟ بیضه است. هرچند که مقدار کمی در قدرت فوق کلیوی، همون جایی که قرآن آدرس داد، تولید می شود. لذا برداشتن بیضه ها خواهی شدن موجب کاهش صفات ثانویه جنسی می شود و در زنان این هورمون در تخمدان و قدرت فوق کلیوی ساخته می شود. بله ممنونم. پس اگر نباشه اصلا زندگی نمیشه. خب حالا صحبت های سومش رو بشنویم. در اشتباه بعدی در سوره نور آیه 43 که قرآن به ما میگه پس دانه های باران را میبینی که از خلال آن بیرون میآید و خداست که از آسمان از کوههایی که در آنجاست تگرگ فرو میریزد. خب ما میدونیم که در آسمان کوهی وجود نداره و فرایند برف و باران و تگرگ در اثر در واقع فعل و انفعالاتیه که در ابرها و در واقع بین الکترودها اتفاق میفته و در واقع در آسمان هیچ کوهی وجود نداره. بنابراین این آیه هم یک آیه کاملا غلط به لحاظ علمی. اشتباه میکنی در آسمان کوه وجود داره اما تو نمیخوای ببینی.
این یکی ایاز علمی قرآن است که میفرماد تگرگ از بین ابرهایی که کوه هستند خارج میشه. این ابرها نگاه کنید، بیارید لطفاً، ابر کومهی بارا، این مشخصات این ابر ببینید، ارتفاعش ببینید چقدره، ارتفاع چقدره؟ بین 500 تا 16000 متر. 16 کوی ایورست چند متره آقا؟ کوی ایورست چند متره؟ چند متره؟ 9000 متر هم نیست. این چند متر شد؟ 16000 متر. حتی من جای خوندم 18000 متر. ببینید حتی اینجا الان ببینید این ویکی‌پدیا است. بیارید لطفاً. بیارید. کومیبارا نگاه کنید. نوعی ابر است که بلند و متراکم می باشد، یعنی متراکم هم است، یعنی سنگینه بسیار. شما می دونید که ابر خیلی سنگینه، یک ابر کوچک میست که 500 تا فیل در بالا باشه، ابر کوچک، وای به حال این، و همراه با سایقه بوده و بیش از طوفان ظاهر می گردد، یعنی تگرگ میاد. این ابرها از توده بزرگ و انبوی ابر که به شکل کوه عظیمی است، یعنی ببینید چرا به شکل کوه گفته؟ برای اینکه شبیه به کوهه. این در قرآن هم جای دیگه هم اومده. موج رو گفته کل جبال، میگه موجهای در مورد حضرت نوح که میگه کشتیش روی موجهای حرکت میکرد که مثل کوه بودن. دریا که کوه نداره، اما آب بالا پایین میشه تشبیه میشه به کوه. لذا یه چه حرف غلطی نزده. تازه این جای اعجاز علمی قرآنه، یعنی تگرگ گفته از کوههای خارج میشه و از ابرهای ساده تگرگ خارج نمیشه. اینو میدونستید؟ یعنی ابرهایی که مسطح هست یا ارتفاعش کمه نمیشه، باید ابر، چون ما انواع مختلف ابر تو آسمون داریم. این پیغمبر از کجا میدونست؟ ابرهای ساده نمیتونن تگرگ تولید کنن، باید ابر ارتفاعش زیاد باشه که این آب باران تا برسه به پایین تبدیل به سنگ بشه یا یخ بشه. حالا چی میگه آقای ملحد؟ امروز که تو سوار هواپیما شدی از ابرها که بالا میری میبینی، هم به چشم خودت میبینی که کوها چطور، ابرها چطور مثل کوه بعضی جا بالا رفته بعضی جا پایین اومده. اون تازه ابرهای ساده است، وای بالا این ابرهایی که بارانزاست در طوفان که اصلا دیدم نمیشه، یعنی بشر که حتی بالا این ابرها هم نمیره، از توش رد میشه. هواپیمای امروزی ما از بالا این ابرها رد نمیشه، وقتی 16000 متر ارتفاع داره هواپیما 12000 متر بالا میره دیگه، بیشتر که نمیره. لذا پس در آسمان کوه هست، اما تو نخواستی ببینی کوهی هست، آبم از آبم کوه درست میشه دیگه، از یخ هم کوه درست میشه. حالا ما توی دریا کوه یخی نداری، همین ما خود ما و شما در زمین در قطب جنوب نمیگه آقا کوه یخ، بزرگم نیست، یخه، ولی از یخ درست شده. این تعجب داره که این کوه یخ خدا تو آسمون درست میکنه و نمیفته. اینو بگو، بعد وقتی اینو بگو که این چطوری در آسمون بالا هست و وزنش هم هزاران هزار تونه، کم نیست، یکیش چرا نمیفته؟ اینو بگو، این اعجاز رب ما رو بگو، این خلقت رب ما رو بگو. نمیگه در آسمان کوه نیست، از کجا میاد این ابر، این بارون ها، از چترت میاد؟ بله. و موضوع بعدی، بارون که قرآن اشاره داره به نر و ماده بودن تمام گیاهان و میوه‌جات و درختان. در سوره یاس آیه 36 میبینیم که قرآن به ما میگه پاک خدایی که از آنچه زمین میرویاند و نیز از خودشان و از آنچه نمیدانند همه را نر و ماده گردانیده ایم. در سوره شعرا آیه 7 همینطور میگه که مگر در زمین ننگریستند که چقدر در آن از هر نوع گونه جفتهای زیبایی رویانده ایم. خب ما امروز میدونیم که خیلی از درختان، خیلی از گیاهان و خیلی از میوه ها احتیاجی به جفت برای تولید مثل ندارند. مثال بارزش که خیلی هم آشناست برای ایرانی ها درخت اناره. بله، انار درختیه که احتیاج به جفت برای تولید مثل نداره و هر دوی جنس نر و ماده رو در خود یک درخت میتونیم پیدا کنیم. و شاید جالب باشه که بدونید انار کشتش فقط در ایران و خاورمیانه بوده و در قرن 16 هم توسط اسپانیایی ها به آمریکای لاتین برده میشه و به اونا معرفی میشه. اشتباه پنجم در مورد ذوالقرنین. همین اشتباه چهارم هم شما اشتباه میکنین. خداوند همه چیز رو زوج آفریده، معنیش این نیست که نر و ماده آفریده، ولیکن زوج آفریده. میتونه مثلا یک جفت کفش هم زوج دیگه. و این درسته. انسان از چی درست شده؟ از سلول. سلول از چی درست شدن؟ از تو میپرسم، همین انسان میگم. خود انسان یک نفر، حالا
تو مثلا درخت انار رو مثال زدی، همون درخت انار از چی درست شده؟ از سلولای گیاهی. از دیگه سلول از چی درست شدن؟ از اتم ها. اتم ها از چی درست شدن؟ بیا نگاه کن. اتم هسته، یه هسته داره، دارای نوترون و پروتون است. پروتون دارای بار مثبت است، نوترون بدون بار است. خب اینجا یک مثبت شد و در خارج از هسته الکترون وجود داره، یعنی در یک اتم ها وجود دارد که بار آن منفی است. پس زوج شد یا نشد؟ یکی مثبت یکی منفی، زوج شد یا نشد؟ اینا اینجا نگاه کن، نمایشی از اتم هلیوم. ببینید زوج است، همه چی زوجه در دنیا. ممنونم تا فرمان. و دیگه هم داریم، اجازه بدید، هسته، حتی هسته آب. آب رو نگاه کن مثلا این. خب حالا میگن که، حالا یک چیز جدیدی گفتن بشر که قبلا میگفتن که اتم قابل تجزیه نیست، حالا میگن نه اتم قابل تجزیه است. الکترون شده و نوترون شده و پروتون شده. خب حالا میگه الکترون هم قابل تجزیه است. بابا چه خبره؟ تو که گفتی اتم تجزیه نمیشه. میگه اینا کوارک هستن. کوارک دیگه نمیدونیم چیه، اینا ریستر از چی هستن. نگاه کنید، بیارید، یک ذره بنیادی و یک اجزای پایه ماده تشکیل میشود که کوارک ها با هم ترکیب میشن. من میخوام ساده براتون بگم ها. و پروتون و نوترون و همین چیزی که قبلا گفتم و هسته اتم به وجود میارن. اما خود همین کوارک هم به این صورت است. ببینید یک پروتون از دو کوارک بالا و یک کوارک پایین درست شده، اینم یعنی جفته. اون یکی دیگه نوترون است، برعکسشه، دو تا پایینه یکی بالاست. یعنی همه چیز جفت است در طبیعت. یعنی به هر چی که پایین‌تر میری، یعنی این ذره بنیادی است، ولی با این وجود هم جفته. متوجه هستید؟ من به زبان ساده براتون گفتم و الکترون رو که بهتون گفتم دیگه، اجازه بدید یکی دیگه هم پیدا کنم براتون. الکترون میگه با بار منفی هست، نوترون بذار مثبتش ببینم کدومه، یک لحظه. خب پروتون نگاه کنید، اینجا بیارید، همین هسته که درست میشه، یعنی همین اتم که درست میشه، پروتون میگه مثبته، درسته. حالا نوترون بیاریم، الکترونو، الکترون ببینید بار منفی داره. همش در یک چیزا، همش در یک چی عکسم ببینید، همش در یک اتمه، هم زوجه. اتم مگه پیغمبر ما میشناخت؟ اتم مگه پیغمبر ما میشناخت؟ نه. ولی چه حتی الان بشر اتمی که نمیبینه، حس میکنه زیر به اصطلاح با فرضیه جلو رفته. کوارک که کسی نمیبینه از بس که ریزه، ولی با این وجود همش میگه زوجه. پس حرف درست در اومد. حتی همین اناری که شما میگی، الان من به سلولاش کار ندارم، بازم بالاخره زوجه. یک شاخش نر، یک شاخش ماده است. هست یا نیست؟ به هر حال بنیاد جهان که خداوند، شما قبول دارید که رو اتم هست و اتم رو الکترون است و پروتون است و نوترون است و کوارک است. بنیاد جهان همه شده بر اساس زوج. تن چی نیست؟ هیچ کدومش تک نیست. چیزی که خداوند جل جلاله فرموده پس درست در اومده. حالا پنجمی رو بذارید حرف آخرش بشنه. پنجم در مورد ذوالقرنینه که در حال سفر از جای به جای دیگه است و در سوره کهف آیه 86 قرآن به ما میگه که ذوالقرنین از جای به جای دیگر حرکت کرد تا به غروبگاه آفتاب رسید. در آنجا در نظرش مجسم شد که خورشید در چشمه تیره و گلالودی فرو می‌رود. خب ما امروزه میدونیم که خورشید چندین برابر کره زمین و به هیچ عنوان خورشید نمیتونه در یک چشمه گلالود و تیره در کره زمین فرو بره. از اونجایی که احادیث و در واقع حدیث نقش بسیار مهمی رو در دین اسلام بازی میکنه و در واقع احادیث جملاتی هستن که پیامبر اسلام به جا گذاشته، در کتاب سنن ابو داوود باب 3991 ما میبینیم که ابو ذر داستانی رو روایت میکنه که او به همراه پیامبر راهی جایس و پیامبر از او میپرسه که میدانی که خورشید در کجا فرو می نشیند؟ و او در جواب میگوید که تو پیامبر خدا هستی و تو باید به من بگویی. و محمد در جواب بهش میگه که البته که خورشید در چشمه تیره و گلالودی فرو می نشیند. بنابراین ما حتی میبینیم که پیامبر اسلام هم در احادیثش به این اشاره میکنه که خورشید در چشمه گلالود و تیره
فرو می نشینه. دوستان عزیز، این در واقع 5 تا اشتباه علمی قرآن بود که من همینطور که گفتم به صورت سلیقه انتخاب کردم. امیدوارم که استفاده کرده باشین. فقط این ویدیو رو حتما دست به دست کنید که تمام کسانی که دنبال دانش هستن من میخوام. بله، ما دیدید دست به دست کردیم تو برنامه خود ما بدون یک کلمه سانسور پخش کردیم، برای اینکه فحش نداده بودی و عکسای زشت نذاشته بودی پخش کردیم. با زحمت تو رو ما کم کردیم، یعنی اگه به خود مطمئن نبودیم پخش نمی‌کردیم. ولی در مسئله قبلی که گفتم نگاه کنید، حتی آب که اکثریت کره زمین به اصطلاح سطح زمین از آب پوشیده شده، ببینید زوج هستش، اکسیژن و هیدروژن. ممنون توفیق. خب حالا بریم به حرف ایشون. حرف چی بود؟ جالبه که حدیث هم برای ما آورد، اتفاقا اون حدیث صحیحه، یعنی در حدیثی که آورده گفته که، و حدیث هم صحیح هست، این معما رو ما حالا چطوری حل کنیم، که گفته خورشید در چشمه گلالود فرو میره. حالا من برای توضیح میدم، عجله نکنید. اول بریم قرآن که برخلاف حدیث هیچی نمیتونن ازش بگیرن. در اینجا اومده که ذوالقرنین رفت رسید مغرب شمس، وجدها، وجدها یعنی اون دید که داره تقرب و فی عین همیت، که دید که در یک چشمه گلالود فرو میره. خب پس او دید، مثل که ما شما میبینیم که خورشید پشت کوه پنهان میشه، میگیم خورشید پشت کوه پنهان شد، یا میگیم خورشید، میگیم در دریا فرو رفت، نمیگیم سان رایز سان، حتی انگلیسی ها میگن سانست، نمیگیم ما طلوع خورشید و غروب خورشید، میگن در اینطور به چشم ما میاد که دریا فرو رفته، دریا که فرو نمیره، به چشم ما میاد که پشت کوه پنهان شده، پشت کوه که پنهان نمیشه. ولی اگه خدا بگه که خورشید پشت کوه پنهان شد، خب معلوم است که غلطه. اما اگه من بگم که خورشید پشت کوه پنهان شد و از زبان من بگه که فلانی دید که خورشید پنهان شد یا خورشید در دریا فرو رفت، حرف غلط نیست. خداوند میفرماد که ذوالقرنین دید، احساس کرد، احساس کرد، دروغ نگفت که با آدم چیزایی میبینه که وجود نداره. من شنیدم تا همین رنگایی که ما میبینیم اصلا وجود نداره، چشم ماست که عوض میکنه چی میکنه. خب پس در قرآن هیچ ایرادی نیست، داره صحبت میکنه که آقا من دیدم یک دفعه یک نفر ظاهر شد، اصلا شاید نفر نبود، عکس بوده. خدا که نگفته خورشید در پشت چی رفته، پشت پیغمبرش که نگفته. اینجا قرآن اینطوری میگه که دید. حتی در آیه پایین تر میگه وقتی میاد به مطلع شمس میرسه، نگاه کنید بازم میگه وجدها، چون شمس طلوع که نداره که، تو شمس این زمین است که میگرده، میگه اون دید که خورشید داره طلوع میکنه. متوجه هستید؟ اون دید که داره خورشید طلوع میکنه برای یک قومی که لباس ندارن، ولی که خورشید اصلا طلوع غروب نداره که، ما زمین میگرده طلوع غروب درست میشه. لذا خداوند از زبان ذوالقرنین گفته و این اجازه، چون الله که خالق آسمان و زمینه میدونستی که خورشید نه طلوع داره نه غروب داره، لذا از زبان ذوالقرنین گفت که کسی نتونه به قرآن ایراد بگیره. و دروغ هم نگفته، ذوالقرنین همینطور دیده دیگه. ما شما میبینیم که شما برو کنار اقیانوس وایسا، میبینی که خورشید قشنگ میره تو آب، در حالی که نمیره تو آب. ولی اگه من بگم من دیدم خورشید تو آب رفت، دروغ نگفتم. متوجه شدید؟ حالا بریم سر حدیث که مسئله جالب تره، برای شما حتما این رو توجه کنید. و باز اینم آیه دیگه هم داریم، نگاه کنید، این دلیل بر این است که خورشید در جای فرو نمیره. آیه قرآن است، و هو الذی خلق اللیل و النهار، او کسی است که روز شب رو خلق کرد، و شمس و القمر، و خورشید و ماه رو خلق کرد، کل فی فلک یسبحون، اینها میگه در یک دایره میچرخن. یسبحون یعنی که شنا میکنه، نمیگه فرو میره مثلا یه جا وامیسته، نه، میگه همیشه در حال گردش هستن. و شمس تجری لمستقر لها، لمستقر لها، میره تا جایی که بهش برسه. یا در آیه دیگه در سوره رعد است، اگر آیه رو به خاطر بیارم، و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، میگه شمس و قمر رو خداوند مسخر کرده و اینا حرکت میکنن تا یک وقت معینی، یعنی هیچ وا نمیستن که ما بگیم شب رفته توی، آیه قرآن داره میگه، ما بگیم شب رفته مثلا توی چشمه گلالود استراحت کنه. و عرضم به حضور شما که چنین چیزی نیست. البته اون اینطوری حس کرده، حضرت ذوالقرنین اینطوری حس کرده، ولیکن قرآن نگفته که این حرف درسته. حالا بریم حدیث دیگه چی میگه آقای سجودی. حدیثی که این آقا آورده، ما که نمیتونیم حدیثی که بیاد بگه درسته بگیم درست نیست. این حدیث اینه که
از حضرت ابیذر روایت شده که گفته من پشت سر پیغمبر نشسته بودم بر روی حمار و خورشید در نش غروب میکرد و به من گفت، پیامبر گفت که میدونی خورشید کجا غروب میکنه؟ گفتم خدا و رسول. همین حدیث، این درست خوند، خدا و رسولش بهتر میدونن. گفت این در یک چشمه سوزان غروب میکنه. و حدیثی که نگاه میکنی، آلبانی هم گفت صحیحه، دیگه علمای ما هم گفتن صحیحه. خب دیگه باز چی میگه؟ حالا این همه بلبل خوزبانی کردی. من تحقیق کردم، این حدیث در کتب دیگه امام هست. خب توجه کنید، من براتون همشو میارم. این حدیث مثلا در بخاری هم هست، این در بخاری است، لطفا بیارید. من همون حدیث از همون راوی، همونه ها، راوی همونه، البته راوی اول و دوم همونه، یعنی ابراهیم از پدرش از ابیذر. خب این همون حدیثه و در بخاری اومده، بخاری بر ما قوی تره، حدیثش درست تره. گفت که پیامبر گفت، ابوذر میگه که وقتی که خورشید داشت غروب میکرد، پیغمبر به من گفت میدونی این کجا میره؟ گفتم خدا و پیغمبرش بهتر میدونه. تا اینجا حرف درست میشه؟ حرف همون است که ابی داوود گفته. گفت این میره تا زیر عرش سجده کنه. این دیگه ما معنیش نمیفهمیم، چون ما عرشو که ندیدیم. میره تا سجده کنه، اجازه میگیره که بره، میره و میخواد که سجده کنه. فلا یقبل منها، میگه ازش قبول نمیشه، میگه برگرد، میگه برگرد، تو باید حرکتتو ادامه بدی. یعنی یه روزی میره که سجده کنه، خدا ازش قبول میکنه، اون روزی که چیزش تموم میشه میگه برگرد، و این بر میگرد و کارش ادامه میده تا وقتی که خورشید از مغرب طلوع کنه. اون وقت باز قول خدا رو میخونه که و شمس تجلیل مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. میگه اون وقت رفع مستقر خودش میرسه، یعنی همون جایی که قرار است برسه. اینو دیگه ما نمیدونیم، فعلا علم هم اینو نمیتونه بگه که خورشید کجا داره میره، اما این حدیث میگه که اجازه نمیده. در این حدیث نیست، حدیث در بخاریه نیست که در چشمه فرو میره، در حالی که راوی همونه. نگاه کنید، راوی همونه، ابراهیم تیمی از پدرش، یعنی همین و از ابوذر. این راوی هم تا اینجا درسته. خب ولی یه کلمه ای که در حدیث دیگه دیدیم در این نبود. خب بریم در مسلم ببینیم، این در مسلمه، دقیقا همون هست، بازم همونه و از ابیذر نقل میشه، بازم در این نیست که در چشمه گلالود فرو میره، همون دقیقا همون معنی حدیث بخاری رو میده، ولی میگه اجازه بهش نمیده و بر میگرده، میگه برگرد برو دنبال کار تا خورشید از مغرب طلوع کنه. خب باز حدیث دیگه هست، این نمیدونم در ترمذی بود به نظر، آها این در ترمذی است، سومی در ترمذی است. در این هم نیومده که در چشمه گلالود سقوط کرده، اما در حدیث ابی داوود اومده، این اومده. خب اینجا یک سوال مطرح میشه، ممنونم. 4 تا حدیث ما داریم، بلکه 10 تا حدیث داریم، در 9 تاش مطرح نشده این مسئله که خورشید در چشمه گلالود. حدیث متفقن علیه است، در بخاری هم است، در مسلم هم است. حالا مشکل چیه؟ مشکل این است که وقتی که حدیث حضرت ابوذر تعریف کرد، رفقاش که شنیدن دقیقا مثل اون رو تعریف نکردن. اگر من دقیقا مثل اون تعریف میشد، در بخاری همون لفظ میومد که در مسلم آمده، اما ما ببینیم که در بخاری لفظش با مسلم فرق داره، یک معنی میده، معنیش یکیه ولی لفظ فرق داره. یعنی چی؟ یعنی حدیث قرآن نیست، حدیث قرآن نیست. معنیش درسته، ما حدیث منکر نیستیم، اما در چنین جاهایی مجبور هستیم بگیم که آقا این طرف چرا با مثل بقیه نگفته، یه چیزی از خودش اضافه کرده، خودش فکر کرده که در قرآن هم نوشته، اضافه کرده، آدم صادقی بوده، شاید بگی چرا این کاری کرده. ای بشر همینه دیگه، اینم یک معجزه قرآنه که کلام قرآن از دهان پیامبر ما بیرون اومده، کلام حدیث هم از زبان پیامبر ما بیرون اومده، اما میبینی در اینجا بخاری یه جور، بخاری که اینقدر زحمت کشیده، مسلمی که اینقدر زحمت کشیده، بازم لفظش فرق میکنه. ابو داوود که به طور کلی یک جمله اضافه کرد، حدیث هم صحیحه. علتش این است که انسان در نقل قول دچار اشتباه میشه. مثلا یک بار پیامبر به یکی گفت که یه دعا بهش یاد داد، گفت حالا بر من تکرار کن. اون گفت که به نبی در تو حدیث یک جمله میاد، میگه ایمان آوردم به نبی که تو فرستادی. پیغمبر گفت من که بهت گفته بودم بگو ایمان آوردم به رسولی که فرستادی، چرا اشتباه گفتی؟ یعنی این خطای انسانی هست،
در حدیث ها هست، اما ما مجموعه حدیث ها رو که میذاریم کنارام از فقهش میفهمیم که چی درسته چی درست نیست. منکر حدیث اصلا نیستم یادتون باشه، ولیکن مسئله این است که یک حدیث دیدی که خلاف علم بود و حدیث های دیگه هم داره همون حرفو میزنه، ولی این جمله توش نیست، معلومه است که این قبول نمیکنی، میگه این متن مضطرب هست، این متن مشکل توش هست. چرا این متن در بخاری نیومده؟ چرا در مسلم نیومده؟ همین حدیث، همین راوی، همین آدمه، همون جاست. چرا در مثلا ترمذی نیومده؟ فقط در ما الان این سوال از ملحد میپرسیم، چرا اون حدیث رو ول کردی اینو گرفتی؟ کار شیعه رو چرا میکنی؟ در قرآن چرا پیدا نمیکنی؟ پس دیدید که از خطای انسانی استفاده میشه. اما درسی که میگیریم چی است؟ اولا اشتباه نیست، خدا نگفته که در چشمه گلالود میره، و در حدیثم همش نگفته غیر از یه حدیثی که ما قبول نمی کنیم حالا اون حدیث رو. ولی اینجا یک معجزه بزرگتر معلوم میشه. سوال ما این است که چرا این اشتباهات در قرآن اصلا پیدا نمیشه؟ مگه نه این است که راوی قرآن هم راویه؟ اگر پیامبر گفته بعدش صحابه گفتن، بعدش تابعین گفتن، بعدش تبع تابعین گفتن، خب قرآن هم همونطوری به دست ما رسیده. چطور در اون است که یک نقطه عوض نمیشه؟ در اینجا دو بهترین راویان ما، بهترین جمع کننده کتاب ما که بخاری مسلم هستن، حدیث میارن متفقون علیه هست، اما کلمات یک کم فرق میکنه. چرا در قرآن فرق نکرده؟ این سوال خیلی مهمی است. دوباره تکرار میکنم، سوال این خیلی مهمه که از زبان پیامبر ما قرآن هم شنیدیم، من نشنیدم، صحابی شنیدن. از زبان پیامبر ما حدیث هم شنیدم، من نشنیدم، صحابی شنیده. حدیث هم درسته، معنی همه حدیث ها درسته، حدیث های صحیح، ولی جملاتش کمی فرق میکنه. حتی بعضی جا مثل اینجا یک جمله اضافه میشه، در حالی که راوی همه هم درست هستن. این خطای بشری است. سوال مهم اینجاست که این خطای بشری چرا در قرآن اتفاق نیفتاد؟ نمیگم حالا دشمن های قرآن مثل مثلا شیعه اومدن همه حدیث ها رو عوض کردن، نمیگم اونا که نتونستن قرآن عوض کنن، میگم همین دوستای قرآن که خطا کرده، کلمات یک کمی اشتباه شده، اینا چرا در قرآن خطا نکردن؟ همین سوال برای ملحد بس است. ولی ملحد چشمشو اینور اونور میکنه، سرشو تو آستینش میکنه که از حقیقت فرار کنه. همین سوال بسه که چرا این قرآن یک نقطهش عوض نشده و توش نمیتونی یک ای پیدا کنی تا به کمک حدیث نری، اونم حدیث، اونم حدیثی که من نفتها ده تا حدیث دیگر رو نگفتی، بخاری رو نگفتی، مسلم رو نگفتی، ترمذی رو نگفتی، این حدیث رو در ابی داود پیدا کردی. سوال این است که چرا در قرآن نمیتونیم پیدا کنیم؟ چرا در قرآن عوض نشده؟ جواب من میگم، برای اینکه این یک چیز غیر طبیعی است، این معجزه است. الله جل جلاله از روزی که پیامبر ما از دنیا رفت تا امروز اینو حفظ کرده، از بین گرگ و حیوانات وحشی چی کرده؟ یعنی شما باور کنید محمد باقر مجلسی از گرگ هم بدتر بود، ولی در قرآن دست نبرد. شیخ مفیدش از خرس هم بدتر بود، در قرآن دست نبرد. حدیث همه عوض شده. کافی، اصول کافی کلینی، اوهو اون دیگه به طور کلی شرک به جای توحید آورده، اما در قرآن دست نبرده. تو کتابش نوشته قرآن تعریف شده، ولی نتونسته تو قرآن بیاره. این معجزه است. همین معجزه برای ما کافی است که ما امروز مثل عصای موسی چیزی جلوی ما هست. سوال ساده است، چرا در این یک نقطه عوض نشد؟ در حالی که در حدیث با همه دقتی که شده باز میبینی کلمات بخاری و مسلم فرق میکنه، در حالی که اینا عمرشون رو گذاشتن تا این کتاب جمع کرده. امیدوارم که مسئله رو متوجه شده باشید. الله حافظ و نگهدار همه شما. Thank you.